زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. با درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز پیام آرامش مسیحیان ایرانی، خداوند رو شکر میکنم به خاطر یک فرصت دیگه که برای من فراهم ساخته تا بتونم از طریق این برنامه تلویزیونی در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که این ساعت رو با من بگذرونید. برنامه خوبی رو براتون در نظر گرفتم. طبق معمول با دعای شروع میکنم و بعد میپردازیم به کلام خداوند. امیدوارم که این ساعت رو بتونید با من باشید و لذت ببرید از الهام روح القدس و این برنامه زیبا که براتون در نظر گرفتم. اجازه بدید اول با دعای شروع بکنم. خداوند، تو رو شکر میکنم به خاطر این فرصت. از حضورت تمنا میکنم ای روح پاک مسیح خداوند، این برنامه رو هدایت بفرما و اراده خودت رو از زبان من جاری بساز. تو رو شکر میکنم ای قدوس و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح
از تو می طلبم. آمین. خب دوستان گرامی، اجازه بدید اول زنگ اینو خاموش بکنم که دیلینگ دیلینگ نکنه وسط برنامه. و امیدوارم همچنین عزیزانی که فقط میتونستید از طریق ماهواره در گذشته برنامه های پیام آرامش رو ببینید، الان بتونید روی ماهواره پیام آرامش که از طریق هاتبرد و یوتلسات داریم پخش میکنیم دریافت بکنید. اونایی که تو ایران به زحمت دارید از طریق موبایلتون میبینید مثل گذشته، یا در اروپا و غیره، ولی ماهواره دارید، فرکانس های ماهواره رو آخر برنامه، شاید هم وسط های برنامه بذارم روی خط براتون، بذارم روی صفحه که بتونید یادداشت بکنید. میخوای بارت آنجا یه لحظه لطف کن بذاریم برای عزیزان روی صفحه که بتونید یادداشت بکنید که از طریق ماهواره هم در ایران و در اروپا میتونید ببینید. و یا دوستانی که ماهواره دارن برای جی ال باکس یا تی وی باکس و یا اینترنت ندارن که از طریق وبسایت من بتونن ببینن، مستقیما میتونن روی ماهواره هاتبرد و یوتلسات ما رو ببینن. این فرکانس های ما هست روی هاتبرد و یوتلسات. به دوستانتون خبر بدید. خدا رو شکر دارم مرتب عزیزان از ایران، از نقاط مختلف ایران و اروپا دارن برامون ویدیو میفرستن، یه ویدیوهای 30 ثانیه‌ای یه دقیقه‌ای توسط واتساپ و این چیزا برام میفرستن که من از کیفیت با خبر بشم. و خدا رو شکر کریستال کلیر با کیفیت خیلی بالا تصویر داره به خوبی در ایران پخش میشه. خوش آمد میگم به همه عزیزانی که برای اولین بار دارید به ما ملحق میشید، هرچند که بعد از این همه سال که هم از طریق تلویزیون پارس و هم از طریق تلویزیون پیام آرامش دارم خدمت میکنم، نمیدونم تا حالا کجا بودین، اونشو نمیدونم. ولی چیزی که میدونم اینه، خبر مهم اینه، علارغم زندگی که الان داری، مشکلاتی که الان داری، گرفتاری هایی که داری، بیپولی، گرفتاری یا مشکلات شغلی یا مشکلات خانوادگی، هر مشکلی که در زندگی داری، مهمترین حقیقت در کتاب مقدس اینه که خداوند شما رو دوست داره. و یه خبر مهمتر بهت بدم، خداوند هم اونی که گناه نمی کنه دوست داره، هم اونی که گناه میکنه. ای آقا خب پس ما بریم گناه کنیم راحت لذت ببریم خدا دوستمون داره؟ آره، ولی گوش بده ببین متوجه بشو من چی میگم. در کلامش گفته باران رحمتش رو به طور یکسان بر بدان و نیکان میپاشه. اوکی، تا اینجا اشکالی نیست. ولی شما وقتی در گناه زندگی میکنی، مشکلات رو به زندگیت دعوت میکنی. خدا عقب وای میسه و تماشات میکنه. خدا ربات نیافریده، آدم آهنی نیافریده که با ریموت کنترل دکمه رو فشار بده تو دولا راست بشی، تعظیم بکنی، ستایشش بکنی، دکمه رو بزنه بری سر کار، دکمه رو بزنه بگی خدا یا دوستت دارم، یا اون یکی دکمه رو بزنه بشینی دعا بکنی. نه، خدا تو رو آزاد و لامذهب، یا به قول معروف در ایران لامصب، آفریده. آدم و آزاد آفریدتت که هر موقعی که به سنی رسیدی که بتونی خوب و بد رو تشخیص بدی، بتونی برای خودت فکر کنی، مطالعه کنی، دعا کنی و انتخاب کنی، اون موقع تصمیم بگیری پیرو چه دین و چه کسی میخوای باشی. میخوای بهایی باشی، مسلمان باشی، مسیحی، زرتشتی، کلیمی، بودایی، هرچ، تو تصمیم میگیری. نه اون کسی که در 3 روزگی تو گوشت برای مثال از اون گفته، نه اون کسی که بهت میگه نه تو در خانواده بهایی به دنیا آمدی پس بهایی هستی. نه ایزم، بهایی، مسلمان، مسیحی، کلیمی، زرتشتی و غیره، اینا ایمان هستن که تو باید انتخاب بکنی.
ملیت نیستن که باهاش به دنیا بیای، ایران به دنیا بیای بهت بگن ایرانی، فرانسه بگن فرانسوی، آفریقا بگن آفریقایی. و کلام خدا میگه امروز روز نجاته. به این برنامه توجه بکن و در پایان این برنامه اگر احساس کردی که آماده هستی به عیسای انجیل ایمان بیاری، به عیسای انجیل، عیسایی که از باکره، از مریم باکره به دنیا اومد، در سن 30 سالگی خدمتش رو شروع کرد، در سن 33 سالگی به وسیله یکی از حواریونش لو داده شد، فریسیان یهود به شدت بهش حسادت میکردن و زیر پای رهبران رومی که تسلط داشتن و قوم یهود در اون زمان نشستن و اونقدر پافشاری کردن که فرمان اعدام عیسی به وسیله صلیب صادر شد. غافل از این که تمام اینا تو کتاب مقدس نوشته شده بوده، حتی اون کسی که لوش میده، عیسایی که روی صلیب مصلوب شد، خون بیگناهش برای ما گناهکاران، انسانهای گناهکار ریخته شد، گذاشتنش توی قبر و در روز سوم با قدرت روح خدا زنده شد و از قبر بیرون اومد، به مردم ظاهر شد دوباره، به تعلیماتش ادامه داد به مدت 40 روز و بعد در حالی که مردم نگاهش میکردن با آسمان بالا برده شد. امروز راجع به این مسئله صحبت میکنیم و همچنین دنیای بعد از مرگ که الان ما هاست داریم راجع بهش صحبت میکنیم، خدا رو شکر، و اثرات بسیار خوبی گذاشته و خدا رو شکر شما هستید، شما عزیزان هستید که استقبال میکنید و ما هم مطابق با کلام خدا و شواهدی که امروز داریم میبینیم براتون اینجا نشون میدیم و راجبش صحبت میکنیم. امروز کلیپی رو براتون آماده کردم که تا چند لحظه دیگه براتون نشون میدیم، در مورد یک مردی که سنگ کلیه داشت، درد شدید. خدا رو شکر من هیچ وقت سنگ کلیه نداشتم ولی شنیدم بی نهایت دردناکه. من نمیدونم، میبرنش دکتر برای عمل و دکترش توضیح میده که چه اتفاقهایی میفته در بیمارستان ضمن عمل که این شخص میمیره. نه اینکه یه ثانیه دو ثانیه قلبش وایسه، فلات لاین بشه، خط صاف بره، بعد از این جرقه ها بهش بزنن دوباره زنده بشه، نه، 1 ساعت و 45 دقیقه مرده بوده و در این 1 ساعت و 45 دقیقه خداوند این شخص رو به بهشت میبره و چیزهایی که در بهشت میبینه. و اینم بگم، تا حالا هر کسی که رسماً با سند در بیمارستان مرده که الان 8 میلیون پرونده ثبت شده هست در کامپیوتر، نه فقط آمریکا، سراسر دنیا 8 میلیون نفر تا حالا تجربه داشتن، یکیش خود من، به بهش نرفتم ولی صدای خدا رو شنیدم، فرشته های خدا رو دیدم، شیطان رو دیدم، ارواح پلید و معجزات فراوان. و خیلی دلم میخواست که منم بدون اینکه درد مرگ رو تحمل بکنم یه سری برم و برگردم، اما خب خداوند به واسطه فیض خودش و حکمت خودش به هر کس نوعی خدمت میبخشه و بعضی ها احتیاج داریم یا دارن که برن برای خودشون ببینن و برگردن بهتر بتونن تعریف بکنن، یا بعضی ها، یکی از اینایی که رفته یه کانستراکشن ورکر بوده، یعنی از اینایی که ساختمون عمله، یعنی عمله، حالا بعضی ها برمانه کلمه نادرست ممکن ازش استفاده، ولی در عمل عمله بود، یعنی
از اینایی که با چوب و تخته و این چیزا یه 40-50 نفر گاهی اوقات 400-500 نفر یا 4-5000 بسته به اینکه چه ساختمونی دارن میسازن با هم کار میکنن، چوبا و نمیدونم سیمان و این چیزا رو به هم وصل میکنن و یه ساختمون میسازن، حالا یا خونه یا عمارت و غیره. و این شخصیه که حالا گفتم نمیدونم کلمه دیگه برای عمل به فارسی چی میگن، عذر میخوام، چون میدونم بعضیا در ایران وقتی من کوچیک بودم اونجا به هم دیگه میخواستن اهانت بکنن میگفتن ای عمله، در حالی که عمله یک شغل، عمل داره میکنه، کار داره میکنه، کارگر فکر کنم لغت بهتر، کارگر ساختمانی فکر کنم تو ایران بهش میگن، نمیدونم. در صورت این شخص، این کارگر ساختمانی آب مسموم میخوره، کسی بوده که مرتب مواد مخدر میکشیده، مشروب میخورده و اصلا خدا و این چیزا براش بی‌معنی در سن 24-5 سالگی اصلا اهمیت نمیداده. و یکی از این آبای مکزیک معروف خیلی زیاد که آمریکایی‌ها که برای تور میرن، به عنوان توریست میرن به مکزیک، لب به آب مکزیک نمیزنن مگر تو بطری باشه که مطمئن باشن کلنس شده است، چی میگن، تصفیه شده است. بعد این شخص به محض اینکه این آب مکزیکی رو میخوره سر کارش میفته و در عرض چند دقیقه تا اطرافیانش متوجه میشن چه خبره و بخوان بیان آمبولانس خبر کنن، آقا میمیره، روح از جسمش جدا میشه، این یکی میره به جهنم. حالا خدا میدونه چقدر فرصت داشته باشم چقدرشو بتونم براتون نشون بدم، نمیدونم، ولی امیدوارم که حداقل اونه که به بهشت رفته رو بتونم نشون بدم. و الان نمیدونم خطوط روشن، الان اول برنامه موقعیت تلفن نیست، وارتان جان اگر لطف کنین نمیدونم اونجا میزنه یا به سلفونم یه نفر داشت زنگ میزد، ببخشید. اوکی مرسی. به هر حال این یکی میره به جهنم و میگفت افراد بسیار معروف و سرشناس از جمله رهبران کشورهای مختلف رو در اونجا دیده، حالا به هر دلیلی فقط از یکیشون اسم برد، بقیه رو اسم نبرد، و اون هیتلر بود در جهنم. تعریفایی که میکنه، اتفاقهایی که اونجا میفته عجیب، زجهایی که هیتلر داشت میکشید. این یکی با اسکورت فرشته خداوند وقتی روحش از جسمش جدا میشه میره به جهنم که فقط ببینه جهنم واقعیه، برگرده و برای مردم تعریف بکنه. به هر حال این شخص امروز میخوام اونی رو که به بهشت رفته براتون تعریف بکنم، مگر اینکه وقت اجازه بده که اون جهنمیارم براتون تعریف بکنم. دیروز در تلویزیون پیام آرامش برنامه‌ام 3 ساعت و خورده‌ای طول کشید، اونجا محدودیت زمانی نیست، ولی خب به هر حال اینجا باید رعایت کرد و تا حد امکان باید خلاصه بکنم. آیه‌ای در انجیل هست، در کلام خدا هست، الان دوباره دیدم این پول هنوز اینجا نشسته، یک خانومی $90 برای ما فرستادن که برای زلزله زدگان ایران بفرستیم. ظاهرا ایشون تکرار اون برنامه رو داشته میدیده که ما برای زلزله زدگان پول جمع میکردیم و الان مدت ها گذشته و اون مسئله تموم شده و این $90 نوشتید برای زلزله زدگان ما استفاده بکنیم. اینه که خواستم خدمتتون بگم، دوبارم توی پیام آرامش
در این مورد اشاره کردم. امیدوارم دارید برنامه رو میبینید، تماس بگیرید. روی پاکتی که فرستاده بودید آدرس نبود، نمیتونم بهتون برگرد، پولم نقد، چک نیست، ببینم اسمتون چی هست. اینه که خواهش میکنم تماس بگیرید، ولی در کارتی که فرستاده بودید به همراه این پول اسم کوچیکتون رو نوشته بودید، اسمتون رو درست بگید، براتون میفرستم. به هر حال اگرم خبری نشه مجبور میشم بزنم به حساب پیام آرامش باش انجیل بخرم. به هر حال عزیزان، اجازه بدید آیه هست در کتاب فکر میکنم دوم قرنتیان، اگر یادداشت کردم، اجازه بدید چک بکنم اینجا. ای خداوند بزرگ من، یادداشت کرده بودم ولی ظاهراً سیوش نکردم. بله، دوم قرنتیان هست تا اونجایی که یادم میاد، شاید تو این گذاشته باشم، که در کلام خدا نوشته این اتفاق برای پتروس افتاد. خداوند پتروس رو به بهشت میبره. فکر کردم نوت گذاشتم توی انجیل ولی نیست. اجازه بدید الان ببینم به امید خداوند بتونم پیدا بکنم و از روی کلام خدا براتون بخونم. ببینید عزیزان، وقتی که من تعریف میکنم یا امثال من توی کلیساها، توی رادیوها، تلویزیونها، کلیساهای خونگی، جماعتهای مختلف، وقتی تعریف میکنیم این چیزها رو، مسیحی‌ها عادت دارن، چون انجیل خوندن میدونن، کتاب مقدس رو خوندن، این چیزا عادیه برای مسیحی‌ها. برای غیر مسیحی‌ها، ای بابا آقا یعنی چی؟ یعنی یا شما رفتی به بهشت برگشتی یا خدا اومده رو زمین رو؟ آها، گوش بده. کتاب دوم قرنتیان فکر میکنم، امیدوارم باشه و الا خیلی از خودم ناامید میشم. اجازه بدید پیداش بکنم اینجا. بله بله، خدا رو شکر به خیر گذشت، یه پوز دادم که میدونم آیه کجاست. این افرادی که میرن به بهشت و بر میگردن یا جهنم و بر میگردن و یا کسانی که خداوند از بهشت اومده در جسم انسان یا در جسم فرشته بهشون ظاهر شده رو در رو، چون انسان نمیتونه خدا رو ببینه با این چشمای زمینی، چشمایی که ما روی کره زمین داریم از خاک ساخته شده، جسم ما خاکه، جسم خاکی ما طاقت دیدنه روی خدا رو نداره که ببینیم و زنده بمونیم. موسی که از تمام دنیا به خدا نزدیکتر بود و خدا مرتب باهاش صحبت میکرد، بهش ظاهر میشد، نه در جسم انسان، با تمام شکوه و جلالش به موسی ظاهر میشد. یه روز به خدا میگه، اون موقع که رفته بود بالای کوه سینا که ده فرمان موسی رو به قول معروف دریافت بکنه از خداوند، به خدا میگه خیلی دلم میخواد چهره تو رو ببینم. چهره رو نمیگه، میگه خیلی دلم میخواد تو رو ببینم. موسی به خدا میگه، خدا میگه هیچ کس نمیتونه منو ببینه و زنده بمونه. در بهشت چرا؟ کلام خدا میگه در بهشت خدا رو رو در رو میبینیم و با خداوند تا ابدالآباد زندگی خواهیم کرد. دیگه اونجا نه گرما هست، نه سرما، نه نور خورشید که ضعیف بشه، قوی بشه، بارندگی بشه، گرم، هیچ از این خبرها نیست. خدا خودش نور بهشت. حالا موسی اصرار میکنه به خود، من میخوام ببینم دیگه، آخه مثل میمونه شما از پشت در با یه نفر 40 شبانه روز صحبت میکنی، 40 شبانه روز طرف هم هیچ وقت ندیدی، برای اولین بار
از پشت در باهاش آشنا شدی و فقط صداش رو شنید، آدم کنجکاو میشه قیافش چجوریه، ریش داره، سیبیل داره، نمیدونم هزار جور کنجکاوی برای شخص به وجود میاد. اونم خدایی که چه معجزاتی برای موسی کرد یا از طریق موسی برای قوم اسرائیل کرد، چجوری با پشه و قورباغه و گرد و غبار و این چیزا فرعون رو به زانو در آورد، امپراتور دنیا رو در اون زمان، چجوری آب دریا رو باز کرد که قوم اسرائیل بتونن از خشکی وسط آب دریا عبور بکنن، بعد که مصریان بهشون حمله کردن از پشت سر میخواستن اونام از وسط آب رد کشن، خدا دریا رو بست همشون رو خفه کرد. خدا همه این کارها رو برای قوم اسرائیل توسط موسی کرد. منم اونجا بودم قربون صدقه خدا میرفتم، جون من بذار ببینم، ببینم این خدایی که این کارا رو میکنه چه قیافه‌ای داره. بهش میگفتم. الانم من با خدا خیلی خودمونی صفا میکنیم با هم دیگه، یه چیزایی به من الهام میکنه یا موقع دعا کردن یه چیزایی ازش میخوام که احساس میکنم لبخند روی صورتش میگذاره. آره خدا میخنده، در کلامش نوشته خداوند بر کره زمین، بر فراز کره زمین نشسته و به بدکاران میخنده، چون میدونه روز اونام به زودی میرسه. البته که خدا میفهمه، میخنده، البته که میشنوه، البته که میتونه حرف بزنه. بابا ما که خدا ما رو آفریده، از اون موقعی که تو کمر پدرمون بودیم، از اون موقعی که پدر و مادرمون رفتن لاس وگاس با هم دیگه، از رحم مادرمون سر در آوردیم، خدا در تمام این مراحل بوده و ما رو شکل داده، در رحم مادر تغذیه‌مون کرده، ما رو به این دنیا آورده، کمکمون کرده، جسم انسان رو طوری ساخته که بتونه اتوماتیکلی حتی وقتی خوابیده نفس بکشه. ما یه اسباب بازی رو میخوام اینجا راه بندازیم اتوماتیک کار بکنه، باتریش تموم میشه از کار میفته. خدا در تورات میخونیم خدا انسان رو شبیه خودش آفرید. الو، نه اینکه قیافه شبیه من باشه یا شبیه شماها، برای مثال مطمئنم قیافه خداوند اونقدر با شکوهه که کلمات کره زمین نمیتونه توصیفش بکنه. ولی در جواب موسی میگه اوکی، اوکی هم میگه، در جواب موسی میگه باشه، بهت خودمو نشون میدم، ولی بشین لای این دوتا تخت سنگ، وقتی میخوام از جلوی این دوتا تخت سنگ رد بشم دستمو میذارم جلوی دوتا تخت سنگ که تو نتونی صورت منو ببینی، چون ببینی میمیری، ولی پشتمو میتونی ببینی. ببینید چه حالی موسی کرده بود با خدا. ببین، خیلی از مردم دنیا، به خصوص مردم مذهبی، حالا مذهب آفریقا باشه، مذهب ایران باشه، مذهب نمیدونم آلمان باشه، هر مذهبی، مردم مذهبی خدا رو انقدر جدا از خودشون و دور میبینن، نه آقا اصلا راجب خدا، نه خدا بیاد رو زمین، نه این حرفا یعنی چی، ما بریم اونجا، نه علت این که خدا بشر رو آفرید برای مشارکت با خودش بود، برای اینکه جمعیت سالم در بهشت بتونه داشته باشه، چون میدونیم یک سوم از فرشتگان
بهش رو از دست داد موقعی که لوسیفر غرور بهش اومد و یک سوم از فرشتگان گفتن آره تو میتونی لوسیفر تخت پادشاهی خودت رو بالاتر از خدا بسازی. لوسیفر مغرور شد و خدا لوسیفر رو به همراه یک سوم از فرشتگان بهشت بیرون کرد و اسمش رو گذاشت شیطان به معنی مخالف. حالا لوسیفر یا شیطان یک چیز از خدا خواست و اون این بود که تا روزی که بشریت وجود داره عادلانه هست که شیطان هم بتونه به زندگیش ادامه بده، که بشر انسان بتونه تصمیم بگیره پیرو خدا میخواد باشه یا پیرو شیطان. و خدا عادله، این اجازه رو به لوسیفر داد. در غیر این صورت همه مجبور می شدن خدا رو پرستش بکنن. کسی نمی تونه آسین سر خود و بدون خدا زندگی بکنه. و کتاب مقدس شیطان رو خدای این جهان، عیسی شیطان رو خدای این جهان معرفی کرده، این جهان کره زمین. بنابراین شما یا باید، حتی اگر بخوای یا نخوای، متعلق به خدا باشی یا متعلق به شیطان. دو تا از اینا باید با هم متحد بشن تا اون یکی خودشو بکشه کنار. و انتخاب در دست انسانه. من و شما انتخاب میکنیم که آیا میخوایم پیرو خدا باشیم یا بگیم نه اصلا ما این چیزا کار نداریم، اتوماتیکلی میریم جزو پادشاهی شیطان اگر خدا رو انکار بکنیم. اتوماتیکلی در پادشاهی شیطان هستیم. و در این امور ساعت ها صحبت کردم، به اونجا وقت نیست برم. حالا این اواخر شاهد بودید، اونهایی که مرتب برنامه های منو میبینید، کسانی که به بهشت رفتن و برگشتن یا به جهنم رفتن و برگشتن مرتب دارم در تلویزیون نشون میدم. کسانی که مستند هستن، یعنی در بیمارستان علنن مردن، مثل این مرد سیاه‌پوستی که تا چند لحظه دیگه نشونتون میدیم، تو بیمارستان مردن، فلات لاین شدن، خط صاف شدن تو روی اون مانیتور مردن. یک ساعت و 45 دقیقه این مرد مرده بود و خداوند بردش به بهش. یه چیز مهمتر دیگه براتون بگم، حالا ممکنه یکی سوال بکنه خب مثلا چند سال، چند هزار سال یا چند ماه یا چند ساعت طول میکشه آدم از روی کره زمین برسه به کره بهشت. کلام خدا میگه در یک چشم به هم زدن. ببین، به وسایل آفریده شده به وسیله انسان نگاه نکن که حتی جت‌های جنگنده بیشتر از 1500 مایل ممکنه نتونن سرعت داشته باشن، یا 2000 کیلومتر یا 3000 کیلومتر، یا سرعت نور رو انسان شناخته، میدونه سرعت نور چیه ولی نمیتونه بیافرینه شبیه اونو. اما سرعت نور هم چیزیه که انسان شناخته. سرعتی که خدا ازش استفاده میکنه هنوز انسان نمیدونه چیه. در یک چشم به هم زدن انجیل میگه، در یک چشم به هم زدن. من نگاه بکنی وقتی که شما در این دنیا این جسم خاکیت میمیره، به محض اینکه چشمت بسته میشه و میمیری، در بهشت یا جهنم چشمات باز میشه. بلا فاصله انجیل میگه. و ما میدونیم عیسی در هیچ موردی دروغ نگفت. کلام خدا در هیچ موردی دروغ نگفته. این شخص میمیره و جا به جا با اون درد
غیر قابل تحملی که داشته، موقعیت از جسمش که جدا میشه، روحش جدا میشه، بلا فاصله در یک چشم به هم زدن به بهشت میرسه. نه دردی داره، نه ضعفی داره، نه سردشه، نه گرمشه، جسم کامل. و جالب اینجاست، یکی از اینا تعریف میکرد، میگفت اونجا دیگه سیاه‌پوست و سفیدپوست نیستن، چون همه نورانی هستن. اجسام جدید داریم، قیافه های خودمونو داریم، ولی اونقدر نورانی هستیم. اولا اون جسم خاکیمون که حالا سیاه‌پوست بودیم، سفیدپوست بودیم، هر رنگی که پوست، سرخ‌پوست بودیم یا زرد پوست بودیم، اون جسم مال کره زمینه. روحی که از متعلق به شماست، یعنی شمای واقعی، وقتی از اون جسم خاکت جدا میشی، روح تو رنگ نداره تا موقعی که این جسم جدید، یک جسم جدید در آسمان در بهشت بهت داده بشه. از اونجایی که این مرد به زبان انگلیسی البته صحبت میکنه، برای همین شاید یکی دو دقیقه‌شو بیشتر پخش نکنم براتون، ولی اونایی که انگلیسی میدونید متوجه میشید که چی داره میگه، که به محض اینکه یه نفر داره باهاش مصاحبه میکنه و ازش توضیح میخواد. اتاق فرمان صدای من خوب میاد؟ برای اینکه میکروفونم رو من نزده بودم. دست شما درد نکنه، خدا بگم چی کارت نکنه. وارتان میکروفونم رو بزنم. ای خدا بنده بزرگم، بهتر شد صدا. اوکی، اینم باید در بیارم که به میکروفون نگیره. الان صدام زیاد بلند یا کم نیست وارتان؟ خوبه؟ عجب، هیچ کدوم متوجه نشدیم که میکروفونمو نزدم. حالا چون به جای حساس رسیدیم، مهم صدا خوب باشه. مصاحبه کننده ازش میپرسه که چطور بود اونجا، چقدر طول کشید به بهشت رسیدی، و وقتی وارد شدی چه کسی رو دیدی، ظاهر اون اولین چیزهایی که دیدی چه شکلی بود. و این شخص هم مثل کسان دیگه ای که مردن و دوباره زنده شدن همون تعریف ها رو میکنه، منتها مثلا یه نفر یه ساختمون رو دیده اونو تعریف میکنه، یه نفر خیابون طلایی رو دیده، یه نفر فرشته ها رو متوجه شده، یه نفر اونایی که وارد بهشت شدن تموش، هر کدوم یه چیزایی که خودشون دیدن تعریف میکنن. و این شخص رو یکی دو دقیقه‌شو براتون پخش میکنم، ببینید که چطور با صداقت بیان صحبت میکنه. و گفتم مستنده، یعنی این مرد در بیمارستان مرد و اسم بیمارستانش هم میگه و روی اینترنت هست، میتونید برید چک بکنید. الان من این شخص رو براتون پخش میکنم، یکی دو دقیقه‌ش رو نگاه بکنید و توضیح مختصری براتون دیدم. ولی این قسمتی که آماده کردیم براتون پخش بکنیم نشون میده، البته این نشونی که میده ساخته شده است، چون از طرف از بهش نرفت فیلم برداری بکنه با خودش بیاره، ولی اون چیزی که برای متخصصین تعریف کرد یه چنین چیزی رو به صورت کلیپ کوتاه در آوردن که مسیح به شکل نور بهش ظاهر میشه، میاد جلو باهاش صحبت میکنه و خیلی چیزهای جالب دیگه تعریف میکنه. یکی دو دقیقه شو با هم نگاه میکنیم، این لحظه ای رو نشون میده که داره تعریف میکنه در بیمارستان مرد، دکترش و پرستارا، دکترای دیگه مشغول شدن به کارهای امرجنسی که میکنن، به کمکهای اولیه آخریه که برش گردونن، یک مرتبه بر میگرده، باز دوباره روحش از جسمش جدا میشه، فلات لاین میشه، میمیره و این بار
مدت طولانی تر پیش مسیح در بهشت میمونه. اون قسمت آماده کردم براتون نشون بدم و اگر میخواید روی اینترنت هم ببینید، اسمش خاطرم نیست، امیدوارم تو زیرنویسش اسمش چی هست؟ اسمش چیه؟ آه، بالای تصویر نوشته؟ اوکی اوکی، پس اگر آماده است وارتان جان بریم با هم نگاه بکنیم. بله، اسمش هست دین براکستون، D-E-A-N براکستون، B-R-A-X-T-O-N B-R-A-X-T-O-N. میتونید روی گوگل بزنید یا قسمت NDE Near Death Experience بزنید دین براکستون، یا تایپ بکنید Two Hours Dead and Visit to Heaven. هر کدومو که تایپ بکنید براتون راحت رو اینترنت نشون میده. اون صحبت‌های اصلیش که تمام جزئیات رو توضیح میده که در بهش چی دیده، چه تجربیاتی کرده، تقریبا 2 ساعت و 13 دقیقه اینطورا طول میکشه، ولی این کلیپ به خصوص که بهتون نشون دادم 45 دقیقه بیشتر نیست، خلاصه کرده همه چیز رو برای اینکه برای یه برنامه تلویزیونی میخواسته آماده بکنه. در این قسمتی که براتون نشون دادم دیدید که چطور اون دکتری که دیدید، پرستارایی که دیدید، دکتر واقعی و پرستارای واقعیش بودن در بیمارستان، هنرپیشه نبودن، و این دکتر و پرستارها شهادت دادن که بله این ثبت شده توی، میدونید این روزا دیگه همه چی دیجیتال، خود کامپیوتر ثبت میکنه، طرف فلت لاین شد، خط مرده و همه چی کامپیوتر نشون میده، کسی نمیتونه دروغ بگه که آره من مردم بعد دوباره زنده شدم. آره 50 سال پیش ممکن بود، 100 سال پیش آره، الان نه. وقتی دکتر اونجا وایستده نبض طرف رو میگیره، بعد کامپیوتر میگه مرده، دکتر میگه مرده، طرف هم تکون نمیخوره، مرده مرده، 1 ساعت و 45 دقیقه. و اگر از دکتر خودتون بپرسین بهتون میگه اگر شما بیشتر از 1-2 دقیقه مرده باشین قلبتون رفته، اگر حدود 5-6 دقیقه مرده باشین مغزتونم رفته، به 10-20 دقیقه برسه دیگه مغزتون از کار افتاده کامل، قلبتون از کار افتاده. حتی وقتی این برگشت، همین دکتری که الان دیدید روی صفحه تلویزیون به خودش و زنش که براش داشت تو بیمارستان دعا میکرد دیدینش، میگه که این تا آخر عمرش باید از دیالیسیس استفاده بکنه مثل که تعویض خون بهش میگن، دیالیسیس که به فارسی چی میگن بچه ها در اتاق فرمان؟ دیالیسیس برای تعویض خون و کلیه و این چیزا دیالیز میگن. اوکی، دیالیز میکرده، دکترش گفته بودی باید تا آخر عمر دیالیز بکنه و داروهای مختلف باید بخوره. وقتی از بیمارستان میاد بیرون چند روز بعد به حالت عادی برمیگرده، الان کلیهش از یه نوجوان نوتره و سالم داره زندگی میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، نه قلبش، نه مغزش، نه کلیه‌هاش. خداست، مسیح شفا دهنده است. وقتی شما دعا میکنید، طلب معجزه میکنید، انتظار معجزه به وسیله امید داشته باشید، با امید منتظر معجزه باشید. اونو میگن دعایی که از روی ایمان هست. برید روی اینترنت ببینید دین براکستون، B-R-A-X-T-O-N دین براکستون. و وقتی این سایت رو باز بکنید، سایت های دیگه هم در کنارش هست، کسان دیگه که این تجربیات رو داشتن رو میتونید انتخاب بکنید، گوش همه به زبان انگلیسی هست، ممکنه بعضیاشون زیرنویس داشته باشن ولی باید خودمون سعی کنیم اینا رو یکی یکی به فارسی ترجمه کنیم یا زیرنویس براشون بذاریم. حالا خود عیسی مسیح در مورد اون دنیا صحبت کرده، گوش بدید ببینید کلام خدا در این مورد چی میگه.
در انجیل یوحنا اول براتون بخونم. اینجا عیسی راجع به بهشت صحبت میکنه، میگه من میرم که برای شما خونه های آماده بکنم. و تصورشو بکنین، مثلا 2000 سال پیش مردمی که در اون زمان تو خونه های گلی زندگی میکردن قصر نمیفهمیدن چیه، تجملات نمیدونستن چیه، هیچ چیزهایی که ما امروز داریم اونا نداشتن. اون برای مثال یه آپارتمان یه اتاق خوابه یا بدون اتاق خوابه معمولی امروز در فلان دهات کوره آفریقا از خونه های بزرگ اون زمان و ثروتمندتره. تصورشو بکنید، عیسی و اولا بهشت یا سیاره بهشت باید بگم مطابق با کلام خدا مثل کره زمین نیست که حد و حدود داشته باشه یا ارتفاع به اصطلاح تا اونجایی که شما میتونی نفس بکشی ارتفاعی به خصوصی باشه. بهشت تا بی نهایت جلو میره، برای همه جا هست، همه کسانی که ایمان میارن، همه کسانی که گوش بدید وقتی شما به عیسی مسیح ایمان میاری در دید خدا و مطابق با انجیل بلا فاصله تمام گناهانی که در زندگیت مرتکب شدی بخشیده میشه، در روح تولدی تازه پیدا میکنی و روح خدا روح القدس وارد جسم شما میشه. حالا بعضی از دوستانمون که به زبانها صحبت میکنن اصرار دارن که باید حتما به زبانها صحبت بکنی تا بتونی روح القدس رو داشته باشی. انجیل چنین چیزی نمیگه. خود من به زبانها صحبت میکنم برای کسی سوء تفاهم نشه. من تمام انجیل رو قبول دارم از جمله زبانها رو. ولی به محض اینکه شما به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان میاری، به گناهانت اعتراف میکنی، توبه میکنی، توبه یعنی بر میگردی دیگه اون کار تکرار نمیکنی، حتی اگر الان از تخت زنا بلند شدی یا هنوز رو تخت دراز کشیدی داری این برنامه رو میبینی یا از دزدی برگشتی، هر گناهی در زندگیت کرده باشی، چه در دوران بچگیت، چه در دوران میانسالیت، چه در دوران بالای زندگیت یا روزهای آخر، چه لحظه آخر، دکترت گفتی امروز رفتی تموم دیگه وصیت تو بکن، برای مثال فرقی نمیکنه. اون دزدی که دوتا دزدی که در کنار عیسی مسیح مصلوب شدن جفتشون دزد بودن، شغلشون دزدی بود، روی صلیب دارن در کنار عیسی مصلوب میشن، دارن نفسهای آخرشونو میکشن، یکی از این دزدا عیسی رو مسخره میکنه، میگه جون من اگر واقعا مسیح هستی بیا پایین از این صلیب خودتو نجات بده، ما رو هم نجات بده.
مسخره میکنه عیسی را. اون یکی دزد در حالی که داره نفسهای آخرش رو میکشه، دزد اول رو توبیخ میکنه و میگه من و تو حقمونه اینجا مصلوب بشیم و بمیریم، این مرد هیچ خطایی نکرده. و از عیسی خواهش میکنه که در فکرش باشه، اون رو هم نجات بده. عیسی بهش قول داد که امروز با من در فردوس خواهی بود، در بهشت خواهی بود. بنابراین گول اون آدم های حزب‌اللهی مسیحی، حالا حزب‌اللهی مسلمون رو نمیدونم کلمی و این چیزا هم داری، حزب‌اللهی از هر چی میگن، از هر مذهبی، در تمام مذاهب یه سری به قول معروف یه اسم جالبی داره، به فارسی بهش میگن، معذرت میخوام اینو میگم ولی تنها چیزی که به ذهنم میاد بهشون میگن خرمذهب یا حزب‌اللهی. این نوع افراد چه در مسیحیت، مسیحیارم اول میگم، چه در مسیحیت، چه در اسلام، چه در بهائیت، چه در کلیمیت، چه در زرتشتی که اصلا دین نیست، آینه، اینا دائم میگن تو این کاری کردی؟ تو جهنمی هستی. یادت میاد 10 سال پیش به من فحش دادی؟ یادت هست؟ امیدوارم توبه کرده باشی ولی داری میری جهنم. آره به گناهانت اعتراف کردی، مسیح رو به قلبت دعوت کردی، ولی اون فحشی که 10 سال پیش دادی یادت میاد؟ از اونم توبه کردی؟ راجب اونم توبه کردی؟ بابا جان مسیح وقتی میبخشه میبخشه. و در اشعیای نبی میخونیم که خداوند ما رو از برف سفیدتر میکنه، گناهان ما رو به طور کامل پاک میکنه و دیگه اونها رو به یاد نمیاره. فقط این حزب‌اللهی ها هستن، خرمذهب ها هستن در مذاهب مختلف، حالا حزب‌اللهی به اسم اسلام در رفته، ولی از من بپذیرید در مسیحی هم حزب‌اللهی داریم، کسانی که خودشون انواع گناه ها رو مرتکب میشن ولی دائم نشستن دیگران رو قضاوت میکنن. تو گوش نده بهش، به من گوش بده، چون از رو انجیل دارم برات میخونم. طرف تمام عمرش دزدی کرده بوده و وقت نبوده، چون نفسهای آخرش داره میکشه، 3 ساعت روی صلیب بودن، نفسهای آخرش داره میکشه، بخشی 3 ساعت بعد از ظهر بود، وقت نبوده، داره میمیره که به تمام گناهانش اعتراف بکنه. چیکار کرد؟ قبول کرد که گناهکاره، به مسیح روی صلیب ایمان آورد و ازش خواست نجاتش بده. همین نه کاری که من در آخر این برنامه برای شما میکنم، که شما هم بتونی به گناهانت اعتراف بکنی، به عیسای انجیل، عیسایی که روی صلیب جان داد و در روز سوم زنده شد، 40 روز در بین مردم خدمت کرد، ادامه داد به خدمتش و در روز 40 در حالی که 500 نفر نگاهش میکردن از زمین برداشته شد، به آسمان بالا رفت. راجع به اون عیسی ما صحبت میکنیم، نه اون عیسی که در کتابهای دیگه نوشته آره ترسید از مصلوب شدن و فرار کرد و یهودای از خریوتی رو جاش، نه اینا، این ولش کن اینا رو، گوش نده. در آخر این برنامه میتونی دعای توبه و نجات رو بعد از من تکرار بکنی، به عیسای انجیل ایمان بیاری علارغم گناهانی که در زندگیت مرتکب شدی و به خونی که عیسی روی صلیب ریخت
اون از همه مهمتره. ایمان بیار و روح خدا رو به قلبت دعوت بکن. بعد کلام خدا میگه در همون لحظه اسم شما در دفتر حیات در بهشت نوشته میشه، همون لحظه. بعد در اولین فرصت باید تعمید بگیری. اون دزد روی صلیب وقت تعمید گرفتن نداشت، ایمان آورد، به گناهانش اعتراف کرد و مرد، رفت با مسیح در بهشت. ولی تعمید اونقدر مهمه که خود عیسی مسیح تعمید گرفت، باید تعمید گرفت اگر میتونید. مگر اینکه از روی تختتون نمیتونین بلند بشین، هزار مشکل جسمانی دارین، یا یه جای زندگی میکنین که اگر بخواین تعمید بگیرین میان چه میدونم میکشنتون، یا کسی نیست تعمیدتون بده، مسائل مختلف، ولی راه حل های مختلف هم هست. در کتاب دوم قرنتیان که جلوتر راجبش صحبت میکردم، اجازه بدید دوباره باز بکنم اون قسمت رو که بتونم براتون بخونم. الان آیه جلو دستم بود و میبینی تو رو خدا لحظه گوشی. اوکی، پیدا کردم، جلو چشمه، هی دارم ورق میزنم. ای خداوند بزرگ. بارتان جان میتونستین اسپیکر استودیو هنوز روشنه؟ اوکی. برای پتروس این اتفاق افتاد و به بهشت رفت، ولی تا 14 سال راجبش صحبت نمی کرد، چون مردم ممکنه بگن تو دیوونه شدی. من وقتی صدای خدا رو شنیدم، فرشته های خدا اون موقع که میخواستن منو بکشن و فرشته های خدا ظاهر شدن و منو نجات دادن، تا سالها با هیچ احدی صحبت نکردم غیر از یک نفر، اون مادر روحانیمون، پیرزن آمریکایی که مسیح رو به من معرفی کرد. با هیچ کس دیگه صحبت نکردم. و جالب اینجاست، تازه متوجه شدم الان که دارم این تحقیقات رو میکنم، تمام این افرادی که به بهشت رفتن برگشتن، به جهنم رفتن برگشتن، صدای خدا رو شنیدن، فرشته ها رو دیدن، تجربیات خارق العاده و ماورا و طبیعه داشتن، تمامشون بدون استثناء هست، ولی اکثریتشون تا سالیان دراز، در بعضی مواقع 15، 20، 25، 30 سال راجبش با هیچ کس صحبت نمی کنن. بعضی ها می ترسن کسی باورشون نکنه، بعضی ها فکر می کنن که این یک رازیه که باید پیش خودشون باشه و تشخیص نمی دیم. هیچ کدوم، حتی خود من خودم هم قاطی کردم که بابا وقتی ما این شهادت ها رو می دیم مردم نجات پیدا میکنن. و اینجا در کتاب دوم قرنتیان فصل 12 پتروس داره راجع به این مسئله صحبت میکنه که پتروس هم به بهشت رفت و برگشت. گوش بدید ببینید در این آیه چی میگه. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 1 و 2 هست فکر میکنم. حتی اگر این گونه بالیدن هیچ فایده نداشته باشد، باید با آن ادامه دهم. مثلا می توانم درباره رویاها و مکاشفاتی که خداوند به من عطا فرمود صحبت کنم. آیه 2، من شخصی را در مسیح می شناسم، راجب خودش داره صحبت میکنه، که 14 سال پیش، تا 14 سال با هیچ کس حرف نزد، 14 سال پیش تا به آسمان سوم
برده شد. جسمن یا روحن خدا میداند. یعنی حسابشو بکنید 2000 سال پیش، اون موقع که اصلا هیچ هواپیما مردم نمیدونستن چیه، اصلا نمیدونستن میشه از رو زمین بلند شد، فقط عیسی رو دیدن که از زمین به طور خارق العاده بلند شد. این اتفاق برای پتروس میفته. گوش بدید، آسمان سوم چیه؟ آسمان اول چیزیست که من و شما میبینیم به چشم معمولی خاکیمون، اون جایی که مثلا فرض کن هواپیماها میتونن سفر بکنن، شما با بالون یا هلیکوپتر یا هر چیزی میتونی، باد بادکت هم میتونی با آسمون هوا بکنن، اونو میگن آسمون. آسمون اول. آسمون دوم جاییه که از جو زمین شما رد میشی تا به انتهای تمام سیارات و ستارگان. یعنی دیگه هیچ چیزی بعد از اون نیست غیر از آسمان سوم، یعنی بهشت که تا بی نهایت میره. حالا جالب اینجاست، آسمان دوم هم که شامل ماه و ستارگان و سیارات و این چیزا هست، هنوز بشر نتونسته با این همه اختراعات، کشفیات، تلسکوپ های بسیار قوی، حتی ناسا روی جامبو جت بزرگترین تلسکوپ رو نصب کرده و با تا حد امکان ارتفاع میگیره این جامبو جت که بتونن راحت تر و در آسمان صافتر بتونن نهایت ستارگان رو ببینن، نمیتونن ببینن، هنوز نتونستن تشخیص بدن این آسمون کجا تموم میشه. این آسمون دوم. حالا ببینید آسمون سوم که بهشت هست و تا بی نهایت هست، اون چه انتهایی داره، چه عظمتی داره. بهشت. جهنم زیر همین آسمون اوله. اونایی که به جهنم میرن، کلام خدا میگه به اعماق میرن، بالا نمیرن، پایین میرن. حالا همش دارم فکر میکنم این مدت عادت کردم به برنامه های 2-3 ساعته، میبینم وقت داره با سرعت میگذره، سعی میکنم همه چیز رو خلاصه بکنم و قبل از اینکه به آخر برنامه برسم باید دعای توبه رو براتون بگم که بتونید بعد از من تکرار بکنید که به این وسیله نجات پیدا بکنید. مسیحی شدن، از مذهب در اومدن به یک مذهب دیگه ایمان آوردن نیست، چون مسیحیت دین نیست. دین شریعت موساس، بکن نکن توش داره. مسیحیت دنیای روحانی و ارتباط انسان با خداست مستقیم، همین نوع ارتباطاتی که دارم براتون تعریف میکنم، هم در کلام خدا نوشته و توضیح داده تمام این چیزهایی که در بهشت مردم میبینن، اونایی که واقعا مردن و به اونجا رفتن. کلام خدا پشتیبانی میکنه، تایید میکنه این چیزا در بهشت هست. کلام خدا از خیابون طلای ناب صحبت میکنه، ساختمونهایی که فقط در و دیوارش سفالی و سیمان و آجر و این چیزا نیست، تمام در و دیوار و درون و بیرونش از جواهرات ساخته شده. برای مثال سنگ سفایر، اون سفایر رو چی میگیم؟ ببخشید منو، سفایر به فارسی اون فیروزه‌ای. دیوار ساختمون‌ها، کلام خداوند میگه بعضی ها از دیوار فیروزه‌ای هست، بعضی ها از طلا هست، بعضی ها از جواهرات دیگر. یک تخته دیوار کلش یک جواهر هست. بعضی از مردم میگن مثل اون بچه 12 ساله‌ای که دیروز در تلویزیون پیام آرامش تعریف کردم براتون، این بچه هم مرد.
تعریف کردم چجوری مرد، نمیخوام وقت بگیرم چون نیست وقت. مسمومش کردن مرد. فرشته خدا اومد، روح بچه از جسمش جدا شد و بردش به بهشت. و تعریف میکرد، میگفت اونجا از مسیح پرسیده چرا این خیابون طلای رنگه؟ ببخشید، از فرشته میپرسه، فرشته ای که داشت راه نمایش میکرد به اونجا، فرشته میگه فقط طلای رنگ نیست، طلا هست. کلام خدا میگه انقدر این طلا خالصه که مثل شیشه اونورشو میتونی ببینی. فکر میکنم بهش طلای صد عیار میگن. این پسر بچه با همون افکار بچگانش از فرشته میپرسه آخه چطور ممکنه خیابون به این طولانی، چطور ممکنه همش طلا باشه؟ فرشته بهش میگه چیزایی که روی کره زمین مردم براش آدم میکشن، طلا و جواهر و الماس و این چیزا، اینجا به عنوان سیمان و سفال و وسایل ساختمون ازش استفاده میشه. در بهشت خاک نیست، بیماری نیست، ناراحتی نیست، گرفتاری نیست، مشکلات مالی نیست، حسادت نیست، خشم نیست، دروغ نیست، دزدی نیست. سعی کنین تصورشو بکنین. بذارین من در این چند لحظه اجازه بدید سعی بکنم عشق خدا رو نسبت به انسان یه جوری توصیف بکنم، چون تمام این کسانی که مردن و به بهشت رفتن بدون استثنا از محبت خارق العاده، محبتی که اونقدر تا بی نهایت زیاد، مثل یک اقیانوسی از محبت یک طرفه. محبت دو طرفه میدونی چیه؟ میگه تو بعد من رو دوست داشته باشی، تو منم تو رو دوست داشته باشم. گاهی اوقات دختره یا پسره به زور از همدیگه باید بگی منو دوست داری، باید بگی. اگر محبت خالص باشه، تو یک طرفه اونو میتونی دوست داشته باشی. گوش بدی، بهترین مثالی که میتونم برای محبت یک طرفه بزنم، محبت پدر یا مادر نسبت به اون بچه‌ای که نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره، نمیتونه غذا بخوره، به تنهایی خودش غذا درست کنه بخوره، هیچ کاری اون بچه نمیتونه بکنه. مادره عاشقانه مثل شیرم موازه بشه، عاشقانه این تحفه رو دوست داره. حالا این بچه شیرخوره تازه به دنیا آمده، توی اون پوپکش پوپ میکنه، نمیدونم دائم جیجی میکنه، بالا میاره غذاشو، هزار جور خرم. مادره میگه قربونه اون پوپوت برم من، قربون صدقه پوپوش میرن. محبت یک طرفه، اون محبت الهی، نه شبیه تقریبا یک، شاید یک در میلیارد شبیه محبت الهی باشه. خدا اقیانوس هایی از محبت نسبت به یکایک ما انسان ها داره. دروغ بهتون گفتن که فلان کار کردی الان خدا به ما گفته باید سرتو از تنت جدا، دروغ گفتن، اونا از جانب خدا نیستن. اون بچه گفتم هزار خرابکاری میکنه، مادره عاشقش، حتی وقتی بزرگتر میشه از کیف مامانش پول ور میداره، 2000-5000 میره آدامس میخره برای خودش، مادره از گناهش متنفره ولی هنوز عاشق بچه است. بچه بزرگ میشه میذارتش مدرسه، هزار جور خرابکاری میکنه، نمره های بد میگیره، اذیت میکنه، مادره از اون کاراش ناراحته ولی عاشق بچه است. خدا از گناهان انسان متنفره، نه از انسان.
شیطانه که از انسان متنفره، چون خدا انسان رو شبیه خودش آفریده. شیطان از خدا متنفره. حالا فرق محبت خدا با محبت انسان در اینجاست. محبت انسان یه چیزی در مقابلش میخواد. یه مرتبه مثلا یه نفر از عاشق یه بچه میشه چون بچه موهای فرفری و بلوند داره، موهای چشماش رنگی خوشگله، وای چقدر توپله، چقدر فلان، عاشقش میشن. ولی اگر اون یکی بچه مثلا زشت باشه یا پوستش بد باشه یا هرچی باشه، برکت خداست دیگه، بالاخره بنده خداست. نه، محبت به اون اولیه محبت یک طرفه نیست. میگه اون بچه باید خوشگل باشه، یه چیزی داشته باشه که من ازش خوشم بیاد. اون شخصی که رفیق منه باید یه چیزی به من داده باشه، حالا محبت داده باشه، رفاقت داده باشه، پول داده، یه چیزی داده باشه که من ازش خوشم بیاد، بهش محبت بکنم. دختر و پسرها با عشق با هم ازدواج میکنن، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال بعد، بعضی موقع 10 روز بعد چش ندارن همدیگر رو ببینن. چرا؟ چون طرف یه کار بد کرده. اونا محبت نیست، هوسه. محبت مادر به بچه محبته، محبت یه طرف هم هست، ولی در برابر محبت الهی صفر، زیر صفره. وقت داره به سرعت میگذره، گوش بده. خدا دوستت داره، از گناهانت آره متنفره، از دزدیت متنفره، دروغ گویید، ناسزا گویید، فحش داد، چی میگن، فحاشی کردن یا خودفروشی کردن، از همه اینا خدا، از قتل خدا، از همه اینا متنفره، از حسادت متنفره، از غیبت متنفره، ولی تو رو دوست داره. اونا همش روحن، حسادت روحه، قضاوت روحه، خشم روحه، قتل روحه، و این ارواح شریر افراد به خصوصی رو تصاحب میکنن و از طریق اونها حسادت میکنن، آدم کشی میکنن، دروغ میگن و هزار مسئله دیگه. وقت خیلی کمه. اگر میخوای به مسیح انجیل در این لحظه ایمان بیاری، این دعای ساده رو بعد از من با صدای بلند تکرار بکن، با صدای بلند که بغل دستیت بشنوه. تو به وسیله این دعا نه تنها گناهانت بخشیده میشه، اسمت در دفتر حیات در بهشت نوشته میشه، بلکه مسیحی میشی. اگر آماده هستی این دعا رو بعد از من تکرار بکن. بگو ای خداوند، میدونم که گناهکارم، ازت میخوام به من کمک بکنی که از این گناهانم دوری بکنم. من ایمان دارم که عیسی مسیح برای گناهان من روی صلیب جان داد و در روز سوم با قدرت روح خدا از قبر زنده بیرون اومد، به قلب من وارد شو، گناهان منو ببخش و کنترل و رهبری زندگی منو از این لحظه به بعد به عهده بگیر. تو رو شکر میکنم ای خداوند و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. اگر این دعای ساده رو بعد از من تکرار کردی عزیزم، کلام خدا میگه حتی فرشتگان خدا در آسمان برای تو دارن شادی میکنن، اسم تو در دفتر حیات در بهشت نوشته شده. با منم تماس بگیر، سعی کن هرچه زودتر عضو کلیسای نزدیک به خونت بشی، کلیسایی که تمام انجیل رو موعظه میکنه، نه اونی که میگه بعضی جاها مال گذشته بوده بعضی مال الان. به دوستانتون بگید اونایی که ماهواره دارن میتونن برنامه های ما رو روی ماهواره ببینن. الان اطلاعات ماهواره رو براتون روی صفحه میذاریم، اگر وارتان باشه اونجا. در هاتبرد و یوتلسات هستیم در ایران و اروپا و بعضی از کشورهای دیگه، میتونید این برنامه ها رو روی ماهواره ببینید. تلویزیون 24 ساعته پیام آرامش روی این ماهواره ها هستیم الان، و همچنین روی کانال 176 جی ال باکس
یا کانال 98 تی وی باکس، و اگر هیچ کدوم ندارید رو وبسایت خودم کشیشحمید.com تشریف ببرید. انجیل به طور کامل اونجا هست، کتاب مقدس از تورات تا مکاشفه اونجا هست، و همچنین میتونید تمام این برنامه‌های تلویزیونی رو اونجا تماشا بکنید. برنامه‌ای که الان ملاحظه کردید امشب در تلویزیون پیام آرامش ساعت 8 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه، در تلویزیون پارس روز شنبه ساعت 11:30 صبح به وقت ایران. از توجهی که به این برنامه کردید صمیمانه سپاسگزارم و شما را تا برنامه آینده به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. مسیح مسیح یارب یارب مسیح مسیح عیسی